به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام سلام و صد سلام خدمت شما شاگردان عزیز، انشاءالله که خوب و صحتمند باشید. مریم محمدی هستم، همکار مضمون فیزیک شما. یکی دیگری از درس‌های فیزیک صنف 11 با عنوان انتخاب موقعیت نقطه دوران است که ما امروز انتخاب موقعیت نقطه دوران می خوانیم که این درس ما رابطه داره با درس‌های گذشته تان و انتخاب موقعیت نقطه دوران. اگه یاد شما باشه ما در درس‌های گذشته خوانده بودیم، درست است که در زوج قوه گفتیم که در یک نقطهش ما اگه مثلا نقطه دوران به یک گوشش انتخاب کنیم و یا ای که به این سمت و یا ای که وسط دو قوه، در هر آن قسمتی که انتخاب میکردیم فرق نمیکرد، مومنتش از رابطه F ضرب L پیدا میشد. نه، این درستان به ارتباط همو درستان است. هرگاه یک جسم در حالت تعادل باشد، یعنی حرکت نداشته باشد، در حالت سکون باشد، مومنت مجموعی آن جسم صرف نظر از این که نقطه دوران در کجا موقعیت دارد مساوی به صفر است. بناهن موقعیت نقطه دوران در هر محلی که برای حل سوالهای ما مناسب باشه را انتخاب میکنیم. این همه مواردی که گفتم شما در درس گذشته خوانده بودیم که موقعیت نقطه دورانش اگه تغییر میکرد مومنت F ضرب L بود و همچنان حالت تعادل جسم. یعنی چی؟ یعنی یک جسم در حالت تعادل باقی میمانه. خب اگر شما در این قسمت دیده باشین جرثقیل ها، ببینین جرثقیل های برقی است که برای اجرای یک کار یا یک وزنه های خیلی بزرگه که بخواه جای انتقال بده استفاده میشه، نقطه دورانش در کجا انتخاب کنه یا اون وزن در کجا قرار بده تا ای که در حالت تعادل بانه، از تعادل خارج نشه. ببینین این قسمت نقطه دوران انتخاب کرده، بازم جسم به خاطر انتقال این وزنه و بازم در حالت تعادل قرار داره و همچنان به خاطر انتقال این وزنه های زیاد به جای انتقال دادن بازم ببین در حالت تعادل است. اگر این طرفش هیچ چیزی نیست، این طرفش وزنه هاست، ولی توسط همین نقطه دوران و کشش اینی میله های فلزی کنترل میشه تا ای که ای دوران نکنه. باز اگر یک طرفش وزنه باشه یک طرفش نباشه خوی دوران میکنه، حتما سقوط میکنه، کار اجرا نمیشه. ولی اینمی توسط اینمی تارها یا میله هایی که کش شده به سمت بالا بسته شده و قسمی تنظیم شده که چی نکنه؟ دوران نکنه، در حالت تعادل باشه. و کاربردی درس ما در قسمت در جرثقیل ها است. و دیگه ای که بعضی وقت شما دیده باشین در پارک ها یک علاقلانی که است، دو تا شخص به دو طرفش میشینه، یک شخص با وزن زیاد یک شخص با وزن کم، اینا رو ای چه وقت در حالت تعادل میه؟ شما میفهمین؟ حتما اینجا شیشتین یک تجربه کردین، نه؟ کسی که زیاد باشه وزنشی به سمت پایین میره، او دیگه به سمت بالا. ولی اگه بخوایم اینمی در حالت تعادل نگهش داریم باید چیکار کنیم؟ با دو وزنه متفاوت چی میکنیم؟ مثلا فرد A را که فرد B وزنش بیشتر است چی میکنیم؟ فرد 500 نیوتن است و فرد A 1000 نیوتن است که وزن فرد A بیشتر است. پس چیکار کردیم؟ ایره نزدیکتر به نقطه دوران آوردیم، نزدیک میسازیم، نزدیک میسازیم تا ای که تعادل حفظ شوه. چون وزنش کم است باز وزنش زیاد است، باز فاصلهش کم میکنیم تا نقطه دوران. ای که وزنش کمتر است فاصلهش زیادتر میکنیم تا ای که در حالت تعادل بیه. و این کار شما حتما در تفلیتان در پارکا رفتین و زیاد تجربه کردین. همچنانی یک سوال است که بعد از او باز ما میریم حل میکنیم که خب ای با وزن 50 کیلوگرم با کتله 50 کیلوگرم و 30 کیلوگرم چطور در حالت تعادل آمده؟ و قبل از اینکه این سوال یک شما حل میکنم یک شما در خانه حل میکنین، قبل از این میریم اول مثال کتاب ما رو حل کنیم. بسیار یک مثال خوبی است که ما برتان اینجا شکل شما آوردیم. اول مثال رو میخوانیم باز روی شکل برتان تشریح میکنم. یک رنگمال که 600 نیوتن وزن دارد مطابق شکل در موقعیت معینی بر روی یک خوازه چوبی که وزن آن وزن خود خوازه 500 نیوتن بوده و به یک ریسمان آویزان شده است، ایستاده و دیواری را رنگ می کند. مقدار قوه های کشش T1 و T2 را بر ریسمان عمل می کند به دست آرید. از سایر وزن ها در سیستم صرف نظر می کنیم. خب این شکل ما بر شما اینجا آوردیم. مثلا این یک رنگمال باشه
با اینی ریسپان ها ما با تار بسته کردیم و با ریسپان بسته شده و اینی هم خوازه چوبیش است که بالای خوازه چوبی استاد شده و رنگ میکنه. خوی شخص اگه در وسط استاد میشد خو گپی نداشت دیگه، میگفتیم تی یک و تی دو، یعنی اینی یک کشش تار تی یک میگم یکش تی دو مساوی است، ولی شخص نمیخواد اینی قسمت رنگ کده، حتما خلاش رو به اینجا رسیده، نمیتونه همیش در وسط استاد شو و رنگ کده بره باش که تعادلم خراب نشه. خب ای اگه در حالت تعادل ببین، اگه یک طرف استاد شوه ما ایر تعادل شه کنترل نکنیم که ریسپان ای طرف میشه شخص مفته. خب اینا ما باید تعادل شه چی کنیم؟ برقرار کنیم با کشش ریسپان ها. شما حتما ای را میفهمین به نظر شما، مثلا اینی را اگه ما بگویم تی یک، اینی ریسپانه، این ریسپان اولی کششش تی یک باشه نامش هم ایمانو و ایم تی دو باشه، به نظرتان بالای قسمت تی یک زیاد وزن آمده یا تی دو؟ ایره شما حتما میفهمین، تحلیل میتونین. آفرین، حتما میگین تی یک باید بیشتر باشه چون شخص به یک طرف آمده و وزن این طرف پایین بیه، ولی بازم در حالت تعادل است. تی دو کمتر از تی یک باید باشه. قسمی که مشخصات داده گفته اینی مکمل خوازه طولش چی است؟ 4 متر است، یا به نام علم میگیم که مساوی میشه به 4 متر. این شخص در قسمتی که استاد شده 1 متر است، اینی فاصله 1 متر است. خب چقدر دیگه این طرفش باقی میمونه به نظرتان؟ آفرین، هر کدام اینی قسمت هایی که رنگ های مختلف شده یعنی 1 متر است، 1 متر، 1 متر، 1 متر، که مکمل اینی جا باقی میمونه 3 متر. خب وزن خود شخص بر ما داده، ما نوشته میکنیم وزن شخص گفته 600 نیوتن است، یعنی وزن شخص به کدام سمت است؟ آفرین، به سمت پایین است، 600 نیوتن. خب وزن خوازه را چند داده؟ 500 نیوتن. 500 نیوتن همیشه ما شما خواندین که در یک چیز تصوری فکر میکنیم اون قسمت تمام وزن در مرکز جسم، صحیح است؟ پس اینجا میگیرم در مرکز در قسمت 2 متری میگم وزنش خود خوازه چوبی ما 500 نیوتن است. خب اینی مشخصاتی است که بر ما و شما داده. حالا گفته تی یک و تی دو رو پیدا کنین. تی یک مساوی میشه به چند؟ تی دوی ما مساوی میشه به چند؟ میریم حل کنیم سواله. از کدام فرمول؟ فرمول مومنت چی بود؟ آفرین، فرمول مومنت داشتیم که مومنت مساوی میشد به F ضرب D. همه ای نقطه های وارد عمودی است دیگه، ساین زاویه رو نمیگیریم، یا عمود است یا عمود است همراه ای خوازه، یا پس دیگه ساین در نظر نمیگیریم، تنها نشته میکنیم که چی؟ از اینجا ما شروعی به حل میکنیم و گفته در حالت تعادل است، یعنی مجموعه مومنت ها باید مساوی به صفر باشه. خب یک بار ما نقطه دورانه گفته به هر جایی که حل سوال برتان راحت می ساخت انتخاب کنید، یک بار نقطه دورانه به یک گوشه خوازه در نظر میگیریم، مثلا به یک گوشه و دفعه دوم به این گوشه، یک بار تی یک پیدا میشه، یک بارم تی دو پیدا میشه. خب اگر نقطه دورانه به دینی گوشه مثلا تی دو در نظر بگیریم، صحیح است؟ اینجا نامش میمون نقطه A. خب نقطه دورانه اگه اینجا در نظر بگیریم، باید هر آنچه مومنتی که به اینجا وارد شده مساوی به صفر قرارش بدم. خب مومنت اولی از تی یک شروع میکنم، مومنت اولی تی یک کش شده به سمت بالا، من اینجا یک علامت بزنم، تی یک به سمت بالا، تی دو به سمت بالا کشش تار است. تی یک ضرب در اینی فاصله چند است؟ 4 متر. خب نوشته میکنم که تی یک ضرب در 4 متر. اگر در نقطه A در نظر بگیرم، تی یک ضرب در 4 متر. خب ایناله مومنت دومش به ترتیب تی یک گرفتم، ایناله میرم چی رو بگیرم؟ ببینین که کدام سمت است؟ دومیش وزن شخص عمل کرده به سمت پایین، چقدر فاصله داره از نقطه دوران؟ 3 متر. یعنی چی؟ 600 نیوتن ضرب در 3 متر. اینجا نوشته میکنم که با علامه منفی به خاطر سمت پایین است، 600 نیوتن ضرب در 3 متر. دیگه مومنت برم بگیریم. خب دیگه مومنت کدام است؟ یک دفعه تی یک گرفتم وزن نگرفتم، نوبت وزن خود میله آمده. خب 500 است و فاصلهش از نقطه دوران 2 متر است، یعنی 500 نیوتن ضرب در 2 متر.
و علامه منفی به سمت پایین. 500 نیوتن ضرب در 2 متر. مومنت چهارمی و در خود نقطه دوران است. اینی جست. تی دو. خیلی دیگه صفر است. شما خوانده بودین مومنتی که در نقطه دوران باشه صفر میشه چون فاصله ایش صفر است. او را هیچ نوشته نمی کنیم. این حال میریم ما ساده بسازیم و یک از این رابطه پیدا کنیم. به خاطر که گفته در حالت تعادل است این را باید مساوی به چی قرارش بتم؟ صفر قرارش بتم. این حال میریم حل کنیم. تی یک 4 متر. خب این دوتا به علامه منفی داریم اون طرف مساوات که برای علامهش مثبت میشه. 600 ضرب 3 چی میشه؟ 3 6 18 دوتا 0 نیوتن متر. علامه مثبت 500 ضرب 2 چند میشه؟ 1000. 1000 نیوتن متر. خب نشته میکنم تی 1 4 متر مساوی میشه 1800 جمع 1000 چند میشه؟ 2800 میشه. اطراف اگه تقسیم 4 کنیم چی میشه؟ یه رو تقسیم 4 میکنم که اختصار شوه. یا مگه تقسیم 4 متر شوه؟ نیوتن ضرب متر است واحدش. اینی مترها خلاص میشه. مترها خلاص میشه. 144 74 ما 28 2 دانم 0. پس میگم که چی؟ تی 1 ما مساوی میشه با چند؟ 700 واحد ما نیوتن. خب ما تی 1 پیدا کردیم. این حال میریم با همدیگه یک جای تی دو را پیدا کنیم. درست است؟ این قسمت تخته را برتان پاک میکنم. خب این حال میریم نقطه دوران در او طرف در قسمت چی در نقطه تی یک قرارش میتیم. مثلا نقطه بی اگه بگویم در بی اگه دوران کنه این حال بیاییم ببینیم که کدام قوه ها و مومنت ها بالایی وارد شده. ببینین فرض مثال این قسمت است بی. اگه ما نقطه دوران رو به بی انتخاب کنیم از اول شروع میکنیم که تی دو ضرب در 4 متر تا اینی فاصله بین نقطه دوران. نوشته میکنم تی دو ضرب در 4 متر. تی دو ضرب در 4 متر. دیگه کدام مومنت عمل کرده؟ از اینی نقطه تی دو؟ خب دیگه به ترتیب میایم میگیریم وزن. تی دو رو گرفتیم وزن میگیریم. 500 با علامه منفی چون به سمت پایین است 500 ضرب چی؟ اینی فاصله 2 متر است. 500 ضرب 2 با علامه منفی. 500 ضرب 2 منفیه. باز واحدش هم مثل رابطه اول داخل شما در نظر بگیرید. 500 گرفتیم مومنت وزن شخصمان. 600 ضرب فاصله تا نقطه دوران ضرب 1. 600 ضرب در 1. خب مساوی به صفر چرا قرارش میدیم؟ آفرین، به خاطری که در حالت تعادل است. اینا نشون میکنم که تی 2 4 متر مساوی این دو تا علامه منفی که او طرف مساوات انتقالش بدیم میشه مثبت. 500 ضرب 2 1000. 1000 واحدش هم نیوتن متر بود. و ایام 600 ضرب 1 چی میشه؟ با علامه مثبت چون اون سر طرف مساوات انتقال دادیم میشه 600 نیوتن متر. تی دو 4 متر مساوی میشه. 1000 جمع 600 چند میشه؟ 1600 نیوتن متر. اگه اطراف تقسیم ای 4 بکنیم 4 متر بکنیمش چی حاصل میشه؟ 144 44 16 و دو تام 0 400 نیوتن. پس میگیرم در نتیجه تی ما مساوی میشه به 400 نیوتن. تی چی بود؟ تی 2 بود. تی 1 پیدا کرده بودیم مساوی میشد به 700 نیوتن. تی دوی ما پیدا شد مساوی به 400 نیوتن. همون رقم که شما در اول گفتین که حتما اینی سه وزن بیشتر است. پس باید کشش تارم بیشتر باشه تا در حالت تعادل قرار بگیره. خب تی یک ما همون رقم پیدا کردیم 700 نیوتن و تی دوی ما رو پیدا کردیم 400 نیوتن. خب شاگردای خوب ما امروز درسی را که خواندیم چی بود؟ دریافت مرکز نقطه تعادل بود. اینال یک دانه مثال اینی رو حل میکنیم به شکل کوتاه و بعد از او اینی مثال دومش کارخانگیتان باشه. اینجا وزن یک شخص از 500 نیوتن فاصلهش معلوم نیست
بریم با هم حل کنیم به اون طرف تخته. خب نظر به رابطه مومنت حل میشه چون وسط نقطه اتکاست. نوشته میکنم که چی؟ 500 نیوتن ضرب در مثلا قسمتی که معلوم نیست x میگیرم، فاصلش معلوم نیست، قوه ضرب در فاصله در مومنت خوانده بودین مساوی میشه به اینجا نقطه اتکاس و شخص دیگه است 1000 نیوتن، فاصلش است 1 متر، فاصلش است 1 متر. خب این حال در این رابطه دیگه شما x پیدا کردن میتونین نه؟ چیکار میکنیم؟ اطراف تقسیم 500 میکنیم که x پیدا شد، x مساوی میشه به 1000 نیوتن متر تقسیم 500 نیوتن، واحدات و صفرها تمام و 1 5 5 2 5 10 2 متر. فاصله ما یا x ما همون فاصله که قرار دادیم مساوی میشه به 2 متر. خب x مساوی میشه به 2 متر. ایناله ما یک مثال را که حل کردیم در این قسمت، مثال بعدیش که بر شما اینجا در صفحه مانیتور نشان داده بودم کارخانگیتان، این حال شما در این رابطه x پیدا میکنین با تفاوتی که کتله هایش فرق میکنه و فاصله هایش هم فرق میکنه، شما 2 متر پیدا میکنین. خب شاگردای خوب، درس امروز ما که امروز خواندیم چی بود؟ انتخاب موقعیت نقطه دوران بود که شما نظر به ارتباط به درس گذشته تان داشت، نظر به حل سوال هر قسمتی که مسئله ما را ساده تر میساخت ما اونمو قسمت نقطه دوران انتخاب میکنیم و سوال ما را حل میکنیم. و می رقم یک مثال ما حل کردم و یک مثال دیگه که بر شما نشان دادم، این مثال کارخانگی شماست. تا درس بعدی خداحافظ و ناصرتان.